بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام لا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرام ان الله یحکم ما یرید. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه اول این سوره مبارکه با امر شروع شد که فرمود اوفو بالعقود. آیه دوم با نهی شروع شد که فرمود لا تحلوا شعائر الله. اون چه که نشانه های الهی است و عظمت اله را نشون می دهد اینا در حقیقت شعائر خداست. خداوند گاهی این شعائر را مایه قیام مردم می داند، چون موحدان در اثر گرامی داشته آیات الهی به اون مقصد میرسند، هم متحد میشوند هم به مقصد واحد راه پیدا میکنند. لذا همین شعائر را در همین سوره مبارکه توبه به عنوان عامل قیام ذکر فرمود که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. در همین سوره مبارکه مائده آیه 97 این است: جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام و الهدی و القلائد. یعنی همه اینها عامل قیام مردمی است. اگر باید برای خدا قیام بکنن که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، علل قیام، عوامل قیام یا نشانه های قیام یا معدات قیام همین شعائر الهی است. پس گاهی از کعبه و شهر حرام و هدی و قلائد به عنوان شعائر یاد می‌فرماید، گاهی هم به عنوان وسائل قیام یاد می‌کند که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و همچنین و شهر الحرام قياما للناس و الهدی و القلائد قياما للناس. هم اینها را قرار داد، یعنی محرم کرد، محترم شمرد، و هم اینها را وسائل قیام عمومی قرار داد. این که فرمود لا تحلوا شعائر الله شامل همه اینها خواهد شد. یکی از اون بهترین شعائر الهی همون جریان مسجد الحرام است و خود حرم خداست، که این که ولا آمین البیت الحرام ناظر بوست. لکن نوع این عمومات تخصیص خود، چون که در اوائل سوره مبارکه توبه در باره مشرکینی که به هیچ عهدی وفا نمی کنن، در آیه پنجم سوره توبه فرمود فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. اگر اون چهار ماهی که با هم میثاق عدم تعرض بستید اون چهار ماه تمام شد، اونگاه مشرکینی را که به هیچ عهدی عمل نمی کنند برو در مکه هم یافتید اونا را از بین ببرید. منظور از این چهار ماهی که در سوره توبه است غیر از اون اشهر حرم است که ماه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم باشد، این چهار ماهی که در آیه دوم سوره توبه است این است: فسیحوا فی الارض اربعة اشهر. بعد در آیه پنج فرمود فاذن سلخ الاشهر الحرم، یعنی این چهار ماهی که با هم تعهد کردید و میثاق بستید که آتش بس باشد، جنگ رو ترک کنید، وقتی این چهار ماه تمام شد اونگاه حق تهاجم دارید. که این اشهر الحرمی که در سوره توبه است، یعنی آیه پنج سوره توبه است، غیر از اون اشهر الحرم معروف است، یعنی زائل شد دیگه. ماه رو میگن سلخ دارد، آخر ماه رو میگن سلخ، یعنی پایان دیگه، چون مثل این که از پوست به در میآید. به هر تقدیر
فرمود لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدیه ولا الغرائد. غرائد همون نعل و کفشی است که حاجی یا معتمر در اون کفشی که نماز خونده است اون را آویزان کند رو گردن شتر یا گوسفند که این علامت احرام اوست. یعنی اگر نیت کرد و اون دو جامعه احرام را پوشید و این قلاده را هم یعنی این کفش را هم به گردن اون شتر یا گوسفند آویخت، این تعلیق قلاده به منزله تلویه است و می شود محرم. یا سوق حد یه نشانه احرام اوست. از این بیان اون دو حرمتی که یکی برای احرام است یکی برای حرم مشخص می شود. در باره احرام همین است که فرمود حد و غلائد که اینا نشانه احرام است. در باره حرم فرمود ولا آمین البیت الحرام. پس هم حرمت حرم در این آیه بیان شد هم حرمت احرام بیان شد. اونگاه وقتی فرمود ازا حللتم فاصطادوا شامل هر دو خواهد شد که اون نیازی به توضیحی است که بعد عرض میکنیم. مطلب دیگران است که آیا این که فرمود لا تحلوا شعائر الله بعد فرمود ولا آمین البیت الحرام کسانی که قصد کعبه کردن اونها را محترم بشمارید، غارت نکنید، به جنگ اونها نروید، خونریزی نکنید، این اعم از مسلم و مشرک است یا مخصوص مسلمین است؟ بعضی خواستن بگوین اعم است و بلکه شأن نزولش درباره غیر مسلمین است، بلکه در سال ششم هجرت مشرکین نگذاشتن مسلمون ها وارد حرم بشوند. بعد از جریان فتح مکه در سال دهم که مسلمین پیروز شدند، مسلمین خواستن نگذارن مشرکین کنار کعبه بیاین. آیه نازل شد که ولا آمین البیت الحرام کسانی که قصد کعبه کرده ان شما اونها رو ترد نکنید، آزار نکنید، گرچه اونها در سال ششم هجری شما را منع کردن ولی شما اونها را منع نکنید. این سخن بعضی ها و اون شأن نزول هم کمک گرفتم. ولی عده برانن که این آمین البیت الحرام مخصوص مسلمین است، یعنی مسلمون هایی که قصد کعبه کرده ان شما اونها را نرنجانید، آزار نکنید، مزاحم اونها نباشید، خونشون مالشون رو محترم بشمارید. به دو شاهد، یکی این که در صدر آیه فرمود لا تحلوا شعائر الله که یه اصل کلی است و اون چه که بعد از این اصل می آید مربوط به مسائل الهی و اسلامی است و چون قصد مشرکین نسبت به کعبه جز شعائر الهی نیست، بنابراین آمین البیت الحرام شامل مشرکین نمی شود. این یک شاهد که قبل از این آمین ذکر شد. شاهد دوم آن است که بعد فرمود یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اونها از تفضلات الهی بهره میبرند، خواهان رضوان الهیان، مقام رضای الهیان و مانند آن. مشرکین که فضل را از رب نمیخواهند، فضل را از بت‌ها طلب میکنند و رضوان رب را مسئلت نمیکنند. پس طبق این دو شاهد منظور از این آمین البیت الحرام مسلمین است، اعم نیست. حج هم که اونم حج داشتن دیگر. خب اگر حج می فرمود که مخصوص مسلمین نمی شد، اونم حج داشتن دیگر. بله، مسلمانی قدرت پیدا کند جلوی مسلمان دیگر بگیرد مزاحمش باشد، این کار را نکند، چون که الان شما بینید می کنند دیگر. الان دولت سعودی به حسب ظاهر مسلمان است دیگر و الان دولت اسلامی تلاش کوششش این است که این عمره مفرده را راه اندازی کند، هفته ای لااقل 18,000 نفر یا 15,000 نفر بروند، اونا تا 3,000 نفر بیشتر موافقت نمی کنند.
اگر عمره مفرده را دولت اسلامی با همه تلاش و کوشش که میکند اونا موافقت بکند، بار حج کمتر میشود. به هر تقدیر فرمود ولا آمین البیت الحرام، ولی ظاهرش این است که این مطلق است و جمله های بعد هم برای تأیید میکند. مطلب بعدی همان است که در بحث دیروز گذشت و اون این است که عده همون طوری که غیر محل سید اصلش محلین بود و با اضافه نون افتاد، اینجا هم آمین را آمل بیت الحرام قرائت کردن که نون به اضافه ساقط بشود، دهرن حرام هم مجرور خواهد بود. اما اون کلمه آمین که اسم فعل است، کلام آدمی است، عربی است و دعا نیست و اگر دعا بود که مبتر نماز نبود و کلام آدمی است و مبتر نماز است که گفته می شود. اما این جده شاعر نیست، نظیر اینکه لا رفس ولا فسوق ولا جدار فی الحج. خب فسوق همه جا حرام است، اما درباره حج و حال احرام یه حرمت خاص دارد که جنبه شعاری دارد، اونم همین طور است. اصل من هست، اصل من. حالا اگر کسی جلوی در گرفت نگذاشت برون مثلا فرون شهر، این مشکلی نیست، جز شعائر نیست. نگذاشتن برن فرون شهر آثار باستانی رو ببینن، این هم چیز شعائر الهی نیست. اما حالا اگر کسی نگذاشت مردم برون کعبه رو زیارت کنن، این جز شعائر الهی است. شاعر الهی رو معنی کرده ولا آمین البیت الحرامه که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. خب پس در آیه اول این که فرمود غیر محل صید و انتم حرام، چون حرام جمع حرام است، حرام هم به معنای محرم یعنی کسی که احرام بست، هم به معنای محرم یعنی کسی که داخل حرم شد، پس هر دو قسم را شامل می شود که اینا تعدد مصداق است و وحدت مفهوم. در آیه دوم هم به هر دو قسم اشاره شد، هم راجع به حرم اشاره شد ولا آمین البیت الحرام، هم راجع به احرام اشاره شد برای اینکه فهمود ولا الحدی ولا القلائد که اینها نشانه استقرار احرام است. وقتی به هر دو قسم اشاره شد اونگاه فهمود به اذا حللتم، حالا از حرم بیرون آمدید می شود ازا حللتون، از احرام بیرون آمدید می شود ازا حللتون. پس هم آیه اول جامعه هر دو قسم است، حرم و احرام، هم آیه دوم جامعه هر دو قسم است، حرم و احرام. اونگاه فهمود به ازا حللتون فستادو. مطلب بعدی آن است که این امر واقع عقیب هز این چنین نیست که به صورت قطعی دلالتی بر حرمت داشته باشد و وجوب را نرساند. این گاهی با قرائن خاصه همراه است، وجوب را نمی رساند، گاهی هم با قرائن خاصه همراه است، وجوب را می رساند. اونجا که با قرائن خاصه همراه است و وجوب را نمی رساند، یکی همین مورد است که اذا حللتم فاصطادوا، نظیر همون آیه که در بحث دیروز اشاره شد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع اما فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله. این که فرمود وقتی نماز تمام شد منتشر بشوید، به دنبال کسب و کار و فضل الهی بروید، این امر فانتشروا برای وجوب نیست، بلکه برای رفع اون حرمت است. قبلا فرمود اذا نودی للصلاه فذروا البيع، حالا فرمود وقتی نماز تمام شد میتوانید به دنبال کارتون بروید. این چنین نیست که اگر کسی نمازش تمام شد بخواهد در مصلا بشیند و ذکر بگوید و قرآن بخواند کار حرام کرده باشد، این چنین نیست. پس بر رفع حرمت است، چون که مشابهش در سوره بارکه بقره گذشت. در سوره بقره آیه 222 این بود و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذروا النساء فی المحیض، بر مرد حرام است در حالت عادت با همسرش نکاح کند. ولا تقربوهن حتی یطهرن اما فاذا تطهرن فأتوهن، این امر فأتوهن برای وجوب نیست، برای رفع حرمت است.
اون که فرمود فاعتزلوهنه یا ولا تقربوهنه که دلالت بر حرمت داشت، الان اون حرمت یعنی وقتی اینا طاهر شدن و عادتشون تمام شد اون حرمت برطرف شد. فاذا تطهرنه فاتوهن من حیث امرکم الله. اما گاهی همراه با وجوب است، نظیر همون اوائل سوره مبارکه توبه که فرمود فیزن سلخ الاشخر الحرم فقتر المشرکینه سو وجد توموهم. قبلا فرمود به اینکه کاری با مشرکین نداشته باشید مگر اینکه اونها پیمان شکنی کنند. در همون سوره مبارکه توبه آیه اول تا چهارم این بود که با اونها نجنگید و حرمت اونها رعایت کنید. اونها محترمن الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. مشرکینی که پیمانشون رعایت کردند و علیه شما توطئه نکردند و به سود بیگانگان کار نکردند، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اما فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین. این از مواردی است که جهاد واجب است، گرچه بعد از حذر واقع شد، امریست واقع بعد حذر، اما معذالک وجوبش محفوظ است. یعنی این چی نیست که فقط رفع حرمت باشه. پس این که گفته می شود امر واقع عقیب حذر مفید اباحه است، این همه جا نیست. گاهی محفوظ به قرینه است و نشانه رفع حرمت است، گاهی محبوب به قرینه است نشانه وجوب است. البته در این گونه از آیات چون محبوب به قرینه است و عرف هم درکش این است، بنابراین دلالت بر وجوب ندارد. برای دیگر واجب است مادامی که محارم نقض عهد نکند. و ازا حللتم فاستادو. بعد فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. جریمه همون محمول است، جرم همون حمل است، چون اگر کسی معصیتی کرد چیزی بر او تحمیل می شود، اون چرا که او متحمل می شود او می گویند جریمه، چون بر او تحمیل می شود، او حمل می کند. جرمه هم یعنی حمله. فرمود ولا یجرمنکم شنعان قومن، اگر با یه عده‌ای بدید یا یه عده‌ای با شما بدن، این بغض و عداوت با شما وادارتون نکند که اگر کار به دستتون آمد برخلاف عدل و قسط عمل بکنید. شما موظفید که قسط و عدل را مراعات بکنید ولو نسبت به دشمنانتون. این چه نیست که حالا به قدرت رسیدید برای تشفی قلبتون کار بکنید. رعایت عدل واجب است حتی نسبت به دشمن. بالاخره دشمنی یه حدی دارد دیگر. همون اگر کسی نسبت به شما بد کرد، حالا شما بخواهید جبران کنید، باید بر معیار شر باشد. این جمله گفتن ناظر به همون کاری بود که مسلمین خواستن انجام بدن. یعنی در سال ششم هجری مشرکین جلوی مسلمین را گرفتن، نگذاشتن اونها مکه مشرف بشن و پیغمبر و همراهانش برگشت به مدینه. در سال فتح مکه که مسلمان ها پیروز شدن، خواستن جلوی مشرکین رو بگیرن که اون هم دیگه طواف نکنند. اینا آیه نازل شد که ولا یجرمنکم شنعان قوم که ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. شما هم تعدی کنید و جلوی اونها رو بگیرید. این کار روا نیست. البته این یه اصلی کلی است و تخصیص خورده به همون آیات سوره مبارکه توبه. در سوره توبه که باز بحثش در دیروز اشاره شد، آیه 28 این است که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فرمود اونا دیگه حق ندارن کنار مسجد الحرام بیان و طواف بکنن. خب البته نسخ نیست، تخصیص است. اون یه اصل کلی را آیه دوم سوره مائده بیان کرد که شما تعدی نکنید. بعد درباره خصوص مشرکین تخصیص قائل شد که اینها حق ورود اطراف کعبه را ندارن، ورود مسجد حرام ندارن و مانندان، گرچه در خود مکه زندگی میکردن. اما فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام مازا.
این نجاستشون نجاست معنوی است یا ظاهری، الان نازل شده است دیگه، احکام الهی تدریجی است، نظیر نجاسات خیلی از چیزها، قذارات خیلی از چیزها، همه احکام که در بعد نزول شریعت نازل نشده بود که. خب پس اگر فرمود انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این تخصیص اون عام است یا تخصص در حقیقت، برای اینکه شما اگر جلوی اینها رو بگیرید که تعدی نکردید بلکه نهی از منکر کردید، این تخصیص از اون نهی نیست، اون لسانش آبی از تخصیص است. نمی فرماید که شما حق تعدی ندارید مگر نسبت به اینها، این تخصص است نه تخصیص. تعدی هرگز تخصیص پذیر نیست. و حکم شرعی اینها این است که اینها حق ندارن کنار مسجد حرام بیان، به شما اگر اینها را نگذاشتی در حقیقت نهی از منکر کردید، نه که تعدی کردید. پس نه نسخ است نه تخصیص. عده فکر میکردن این آیه 28 سوره مائده ناسخ آیه دوم است، درست نیست، چون که تخصیص هم در حقیقت نیست، این نهی از منکر است و تخصصا خارج شدن. و اگر جلو مشرکین را بگیرن این عدل است، ظلم نیست، نهی از منکر هست که جلوشون بگیرن ندارن بیان دیگه، چون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اونجا اگر باشد که خارج نشده که همواره به عمومش باقی است، یعنی کسی حق ندارد مسلمون ها را تخصیص نخود دیگه، نه نص شد نه تخصیص. اما این که فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، برای اینکه اینها قبلا جلوی مسلمین را گرفته بودند، چه اینکه در سوره مبارکه فتح آیه 25 این چی است که هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، فرمود مشرکین مکه همونهایی بودند که نگذاشتن شما مکه مشرف بشوید، نگذاشتن این قربانی هایی که شما به همراه آوردید به مکه برسد و مانند اون. هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، صد رو هم قبلا مرازی فرمودید که صد با صاد یعنی منصرف کردن، صدهو یعنی صرفهو. این گروه هم خودشون را منصرف میکنن از حضور در اماکن دینی، هم جلوی دیگران رو میگیرن، هم یسدون انفسهم بالانصراف و هم یسدون غیرهم. فرمود هم الذین کفروا و صدوکم علی المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، اینها جلوی حد جا گرفتن، جلوی شما را گرفتن، اما حالا که شما به قدرت رسیدید این کار را نکنید، اونا بد کردن شما بد نکنید. ولا یجرمنکم شنآن قوم که ان صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا، شما هم تعدی کنید به جلوی اینها را بگیرید، این روا نیست، بلکه بگذارید اینها به اطراف کعبه بیاید. همین مطلب را در آیه 8 همین سوره مبارکه مائده به زبان دیگر بیان کرد. آیه 8 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. حالا اگر یه عده‌ای نسبت به شما شنعان داشتن، شنعان یعنی بغضا و عداوت، در اثر بغضا و عداوت و کینه و بدرفتاری نسبت به شما بد کردن، حالا شما به قدرت رسیدید دیگه شما بد نکنید. البته مسئله من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم یه ضابطه به معیار خاص خود را دارد، اما اگر اونها تهمت زدن، اونها بد گفتن، اونها بعضی از کارهای دیگری که نباید میکردن کردن، شما اون کارهایی که حرام است نکنی. مسئله قصاص نفس و قصاص طرف مستثناست که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم، اما بر موارد دیگر مثل غصب که در بحثی اشاره شده این چنین نیست. حالا کسی غصب کرده دیگری هم همون رو غصب بکنه یا تهمت زده او را تهمت بزند، این چنین نیست، بلکه اگه کسی غصب کرد یا تهمت زد باید به کیفر خاص خود برسد. پس این اصل کلی است که فرمود ولا یجرمنکم
شنعان قومن علا ان لا تعدلو. و این از احکام بین‌المللی اسلام است، چه مسلمین چه اهل کتاب چه کفار، فرمود نسبت به هیچ کدام از اینها از مرز احکام اسلامی بیرون نروید. همون جریان معروفی که در نهج البلاغه است، وجود بارکست امیر داشته، از همین باب است. یعنی در جنگی که اموی ها با است امیر داشتن، اونا آمدن جلوی آب و بستن، سر اون چاه رو در اختیار خود قرار دادن و نگذاشتن آب بسته امیر و سپاهیان حضرت بیارسد. لشکریان حضرت امیر سلام الله علیه به اون حضرت عرض کردن که امویان جلوی آب رو گرفتن و ما نمی رسد، ما و اسبامون تشنه ایم. حضرت هم طبق این نو فهمون رب و سیوفه من الدماء تربه و من الماء، فهمون چرا به من میگید به این شمشیراتون بگید این شمشیراتون رو از خون اینها سیراب بکنید تا سیراب بشوید. اینا رفتن تهاجم کردن، اونها رو عقب روندن و سر چاه آب آمدن. بس امیر سلام الله علیه عرض کردن حالا اجازه بدید ما آب رو بر اونها ببندیم. فهمون این کار خلاف شرع است، آب بستن زهی نیست، اونا را تشنه کشتن یا حیوانات اونا را تشنه نگه داشتن روا نیست. ولو دشمن معاویه باشد که دارد به قصد قتل امام زمان خود قیام میکند. کدوم اول مقابل؟ اگر بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم بود، همین است، مازاد بر او که جائز نیست. اگر اعتداست همین است، اگر غیر از اعتدا باشد مشمول اون نباشد جایز نیست. نه حضرت همو سب نکنید، اینی اقره و انتکون و سبابین، شما پوش نگید، اوصاف اینها رو بگید، خودش هم اوصاف اینها رو میشمول. فبود اینا این چه اینا این چه اینا این چه اینا، فبود چرا پوش میگید؟ پوش گفتن که صحیح نیست، شما اوصاف اینها را بشمرید مردم روشن میشوند، خودش هم اوصاف اینها را میشمرد که اینا رذایلی دارن، اینا سوابق سوی دارن، تا مردم را آگاه کنن. در حقیقت افشاگری بود. اون که نهی از منکر است که بحثش گذشت، نه نسخ است نه تخصیص، چون آیه فرمود لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اومد جلوی اونها را بگیرن، این نهی از منکر است و مطابق با قرآن، این تعدی نیست. اما قبل از اینکه اون آیه 28 سوره توبه نازل بشود، قبل از اینکه نازل بشود انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قبل از اینکه اون نازل بشود مسلمان ها حق نداشتن جلوی مشرکین را بگیرن. خب این حکم بین المللی یعنی رعایت قسط و عدل ولو نسبت به مشرکین، زمینه را برای اون مبنای تعاون و بر فراهم میکند. بعد از اینکه فرمود ولا یجدمن نکم شنعان و قومن انصدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدو، اونگاه فرمود و تعاون و علی البر و تقوا. این تعاون و علی البر و تقوا نه یعنی آدم خوبی باشید، آدم متقی باشید، بلکه جامعه ای بسازید که یکدیگر را بر محور بر و تقوا کمک میکنه، چون یه حکم اجتماعی است نه حکم فردی. بر را قرآن کریم مشخص کرد، تقوا را در موارد زیاد مشخص کرد. کسی که پایه بر و تقوا دارد اونها را مشخص کرد. بعد همون شما تک تکتون که آدم خوبی هستید کافی نیست، باید یه جامعه ای بسازید بر این محورها. پس چند کار رو قرآن ارائه کرد. اول ساختن افراد صالح، اون رو در سوره مبارکه بقره مبسوطاً ملاحظه فرمودید، آیه 177 سوره بقره است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخره و الملائکته و الكتاب و النبیین و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکا و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون.
که این از جامع ترین آیاتی است که فضائل اخلاقی رو جمع کرده. یکی از بحث‌های کلیدی قرآن این است که قرآن یک کتاب علمی نیست که اگر بخواهد درباره فضیلتی بحث بکند اون فضیلت را شرح بدهد. این چنین نیست. قرآن نور است، نه تنها یک کتاب علمی نظیر فلسفه و فقه و اصول امثال ذلک. این کتاب‌های علمی رو نظم‌های منطقی کار می‌کنند، مثل کتاب‌های اخلاق همین طور است. همه کتاب‌های اخلاقی که بزرگان نوشتن این است، اینا می‌خوان عدالت رو معنا کنن. خب عدالت معنا می‌کنن، تحلیل می‌کنن که عدالت چیست، العدل ما هو. تقوا رو می‌خوان معنا کنن، این کارو می‌کنن. در هیچ کتاب رایج حوزوی این چه نیست که وقتی بخوان عدالت رو معنا کنن عادل رو معرفی کنن، یا وقتی بخوان تقوا رو تعریف بکنن متقیان رو معرفی بکنن. کتاب‌های رایجی که بشر نوشته اینه، یعنی وقتی عدالت رو معنا میکند، تقوا رو معنا میکند، دیگه به معرفی عادل ها و متقی نمیپردازد. میگن این از زیگ بحث خارج شدن است. ولی قرآن کریم نه تنها این کار را روا میداند، بلکه این چنین مش میکند. شما میبینید اصل آیه در باره این است که حالا میخواد نیکی رو معرفی کند، بحث در تبیین بر و نیکی است، اونگاه وارد مسئله معرفی نیکان میشود که نیکان اینن 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 اینن. این یه حکم کلیدی است در بسیار از آیات. این است سرش، این است که قرآن یک کتاب علمی نیست که بخواد نیکی رو معنا کند، که یک کتاب نورانیست میخواد انسان بسازد. او میخواد نیکان را بپروراند، نه نیکی را معنا کند. این نکته شون مخفی است. وقتی که به قالب تفسیر مراجعه میکنید میبینید که یا مضاف تقدیر است یا مضاف الیه اضافه میکنند. همه آیه 177 سوره بقره میاد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر و نیکی نیست که به سمت شرق و غرب نگاه کنید در نماز یا غیر نماز. ولکن البر، بر چیست؟ من آمن بالله و الیوم الاخر. تا آخر سخن از اشخاص و ابرار است. لکن البر من آمن بالله. خب اونا که به این نکته عنایت نکردن میگن یا مضاف تقدیر است، یعنی لکن زلبر کسیست که آمن بالله، یا یک مضافی روی کلمه من تقدیر است لکن البر، بر من آمن بالله، خود را به زحمت انداخته، یا کلمه زا در تقدیر است، یا کلمه بر روی کلمه من مقدر است، یا عبارت این چنین است لکن زلبر من آمن بالله است، یا لکن البر، بر من آمن بالله است و مانند. در حالی که اگر یه همچه کاری بشود اون هدف اصلی قرآن از دست رفت. در بسیاری از موارد قرآن وارد می شود که وصف را تعریف کند ولی از موصوف ها سخن به میون می آورد تا ثابت کند که منظورم تحلیل این معانی اخلاقی نیست، بلکه تربیت متصفین به این اخلاق است. خب پس بر را مبسوطن با معرفی ابرار در آیه 177 سوره بقره مشخص کرد. ابرار کسانی هستند که از نظر اعتقادی مؤمن به خدا و قیامت و فرشتگان و کتابهای انبیا و خود انبیا باشند و از نظر مسائل انفاقی بر اساس محبت الهی مال را به ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل بدن، یعنی وجوه شرعی را بپردازن، و از در مسائل عبادی نماز را اقامه کنن و زکات بدهن. اون خمس بود، این زکات، اون یکی واجب بود، این یکی مستحب. مسئله انفاق را هم اول ذکر کرد، قبل از نماز، هم بعد از نماز ذکر کرد. هم قبل از نماز فرمود و آت المال علی حبه ذوی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و الصارم و فی الرقاب. بعد مسئله نماز را ذکر کرد و اقام الصلاه، باز فرمود و آت الزکات. این مسائل مالی را هم قبل از نماز ذکر کرد، هم بعد از نماز ذکر کرد.
بعد والموفون به عهدهم اذا آهدو، بعد و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البأس، کسانی که در مشکلات و شدائد صابرن و نه تنها در بعصا و ضراء صابرن بلکه در حین البأس صابرن. اون روزها این کلمه حین البأس یه مصداق خوبی داشت. یه وقت از انسان در عصر بعصا و ضراء زندگی میکنه، یعنی سالهاست که سختی رو با تحمل کنه، مثل سالهای جنگ تحمیلی. یه وقت از نه، حین البعص است. حین البعص مثل اون وقتی که مناطق مسکونی بمباران میشد، اینو میگفتن حین البعص. یا خط مقدمه آتش به دفاع رو میگن حین البعص. یه وقت کسی تو جبهه است، این صابر در بعصا و ضراء است. یه وقت نه، صابر حین البعص است که اینم درجه کامل صبر است. بعد همود اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خب ابرار و متقیان را در این آیه 177 سوره مبارکه بقره مشخص کرد. یه وقت است یک کسی آدم خوبی است، ولی خوبی برای اون ملکه نشد. این چنین شخص نمیتواند با آیه دوم سوره مائده که محل بحث است عمل بکند. آیه دوم سوره مائده که محل بحث است این است که فمد و تعاونوا علی البر و التقوی. کسی میتواند بر بر و تقوا تعاون کند، یعنی دیگری رو کمک بکند که خود داشته باشد. اگر به کسی گفتن شما در مسائل علمی کمک این باش، یعنی چی؟ یعنی مسئله رو شما خوب بلدید و این قدرت هم دارید که علم را منتقل کنید. اگر کسی مسئله رو بلد نبود یا قدرت بنان و بیان نداشت که علم را به دیگری منتقل کند، او دیگه معین و معاون نیست. معین و معاون به کسی میگوین که او مطلب را داشته باشد اولا، هنر انتقال را هم داشته باشد ثانیا. چنین کسی معین و معاون است. در مسائل مالی هم به شرح زن، اگه گفتن شما در مسائل مالی به این شخص کمک کنید، یعنی چی؟ یعنی در صورتی که مال را دارید، یک، و اون ارزه و هنر ایثار و نثار را هم دارید که میتوانید به غیر منتقل کنید، دو، در این دو حال میگوین شما کمک کار و باش، اعانت کن، معین باش. در این آیه دوم خدا به ما دستور میدهد که شما معاون یکدیگر باشید در بر و تقوا، و تعاونوا علی البر و تقوا. در آیه 177 ابرار را مشخص کرد، یعنی کسانی که دارای برن. و بعد در سوره مبارکه توبه فرمود تنها این کسی که متقی باشد کافی نیست، تنها آدم خوب باشد کافی نیست. یه وقت هستی کسی میوه دارد اما این درخت رو خودش غرس نکرده، این مهمان باغ دیگری است، فبود این به درد نمیخورد. شما باید طوری باشید که درخت تقوا بکارید، که ای ریشهی داشته باشید که از باغ خودتون به دیگری بدید. این همان است که در آیه 109 سوره مبارکه توبه مشخص کرد، فبود اف من اسس بنیانه و علی تقوا من الله خیرون، اما من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فنهار بی فی نار جهنم. چنین آدمی نه تنها خوب است بلکه درخت خوبی غرس کرد. چنین کسی نه تنها پرهیزکار است، این درخت تقوا غرس کرد. اسس بنیانه علی تقوا من الله. حالا که اسس بنیانه علی تقوا من الله، خدا به چنین گروهی میفرماید حالا معینی دیگری باش، تعاون کنید بر بر و تقوا. یعنی تقوا را دارید اولا و قدرت انتقال تقوا را به دیگری هم دارید ثانیا. در محورهای تقوا معینی یکدیگر باشید. اون آیه 109 سوره توبه یه اساس فردی است. اگر کسی اساسش رو بر تقوا نهاد، این میتواند یه جامعه برین و مدینه فاضله بپروراند. اونگاه تعاونوا علی البر و التقوا. والحمد لله رب العالمین.